رو جواب ندادم، گفت آقا ما میخوایم بریم دستشویی، میشه بریم. منم اگه سوالی یادم بیاد که باید جواب بدم جواب میدم. شما اگه میخواین دستشویی چیزی برید سریع برید و برگردید که میخوایم شروع کنیم. پس تکرار و این جلسه همینجوری بود و دستگرمی نداریم، درسمون شروع شد. بریم تو چت یه بریم به من بگید که دلگرم شم و شروع کنم. بریم. اهورا پس تو نیا. دریا واجبه براتون، خوب نیست، واجبه براتون. بریم با قدرت بریم. خب آره، دو هفته وایسی جواب این سوالا رو میگیرید که هفته چقدر بعد وقت بذارید و از این داستانا همه رو متوجه میشید. سبزای چتیه محمد جواد، مرسی. برای صفر عرض کردم، خوب نیست، واجبه. بریم. خب من میخوام از همین جلسه اول، امیدوارم پرینت گرفته باشید از جزئیاتی که براتون گذاشته بود سامی، زحمت کشیده بود رو پنل. میخوام برم سراغ وجه معلول درسی که 12 که یکی از مهمترین گرامرهای انگلیسی و در این حال گرامر 12 شماست. اهمیتش دیگه مضاعف هم میشه اینجا، چون تو دوتا درس حرفش رو زده. اولین بحثی که دارم درس 1 12 هم معلول، اولین بحثی که دارم و در قالب یه سوال مطرح کردم، گفتم این دو جمله فرضی را در نظر بگیرید، آیا این دو جمله معلوم هستند یا مجهول؟ این دو جمله معلومن یا مجهول؟ من هیچی ننوشتم، الان میخوام بنویسم. بیام دوتا جمله بنویسم. یکی این جمله، یکی این جمله. کدومش معلومه؟ کدومش مجهول؟ من اصلا بحثم نکردم که معلوم چیه مجهول چیه. میخوام ببینم با توجه به سواد فارسی و عربی و انگلیسی، جمله یک جمله دو کدومش معلومه کدومش مجهوله. چتیا با من حرف بزنید. امیرزا میگه مشخص نیست. مشخصه، خیلی هم مشخصه. خب حرف بزن با من چتی. جالبه ابوالف از ایرجی درسته، باری که الله به ندرت دارن درست جواب میدن، به ندرت. نه 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 دیگه یکی یه درسته دیگه ببینم. ریحان باری که الله دوتا درست دیدم. وای وای محمد حسین، دقیقا میخواییم ببینیم این جمله از کجا اومده که آدم میخواد سرش بزنه تو دیوار. میگن فاعل داره، مگه جمله بدون فاعل هم داریم؟ آها مرداد ولی هم خوبه. آقا جواب هر دو معلومن، این معلومه اینم معلومه. این جمله رو من نمیدونم کی کرده تو کله بچه مردم. این سامی هم اوایل که من اومده بودم کلاس این جمله رو میگفت، تو میگفتی معلومه یا مجهوله، خنده ای میکرد میگفت معلومه، بعد فاعل داره. خب جمله فاعل داره دیگه، مگه جمله بدون فاعل داریم؟ فاعل میخواید بگید بگید فاعل، میخواید بگید نهاد بگید نهاد. تمام جمله های انگلیسی با اسم علی یا ضمیر هی با یه چیزی شروع میشه که ما بهش میگیم فایل، مگر اینکه جمله امری باشه، میگه گو برو، وگرنه شما هر چی میخواید بگید تو انگلیسی اول باید فایل رو بگید. بگید رضا، بگید دکار، بگید ایران، یه چیزی باید بگید، اونو ما بهش میگیم فایل یا نهاد. پس آقا این سوء تفاهم بره، جمله فایل داره پس معلوم. آقا همه جمله ها فایل دارن. دو، ما از روی فاعل نمیتوانیم بفهمیم جمله معلوم است یا مجهول، چون همه جمله ها فاعل دارن. پس مجبوریم، این دوار الان میخوام بگم، مجبوریم تمرکزمون رو بذاریم یه جای دیگه. یه جای دیگه کجاست؟ فعل جمله.
قیافه فعل به ما میگوید که جمله معلوم است یا مجهول، و چون من معلوم و مجهول بلدم قیافه اینو دیدم، دیدم این معلومه، معنیشم میشه آنها، معنی این بالاییه، آنها کشته اند. چجوری فهمیدم اینقدر راحت؟ دیدم حو داره و قسمت سوم، فهمیدم ماضی نقلیه، کشته اند. این چیه؟ این توبی داره.